Mm-hmm هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بسم الله و والسلام و سلام على رسول الله و آله و صحبه و الله. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بینندگان عزیز و گرامی در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از قسمت های برنامه رحم سنت و امید است در هر جایی که هستید در پناه خداوند سبحانه و تعالی باشید و الله متعال ما را در حفظ پناه خود داشته باشد بینندگان عزیز در مورد صفات پروردگار صحبت می کردیم در برنامه گذشته و در این برنامه هم همچنین به ادامه بحث برنامه گذشته میمان پیرامون عقیده اجمالی اهل سنت درباره صفات ذات اقدس الهی سبحانه و تعالا صحبتی خواهیم داشت در برنامه گذشته به این مورد اشاره کردیم که اهل سنت و جماعت آن چی که آن چی که در قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده آن را قبول دارند بر سبیل حقیقت حقیقتا آن را قبول دارن معنای حقیقی آن را قبول دارن نه ای که آن را تحریف بکنن به نام مجاز و به جهت مجاز حرکت بکنن و ما در این مورد اقوالی از امام ابو حنیفه رحمه الله قولی از امام احمد ابن حنبل رحمه الله و قولی هم که اجماع اهل سنت را در این مورد نقل میکرد از امام ابن عبدالبر مالکی رحمه الله مسائل را مطرح کردیم در این برنامه وعده داده بودیم که پیرامون چهار نکته صحبت خواهیم کرد موضوع اول که اهل سنت صفات خداوند و متعال را قبول دارند بر این منهج و در آن تحریف تعطیل تمثیل و تکیف وجود ندارد تحریف میدانید یعنی تغییر دادن یعنی آن را تغییر بدین مثل که ما گفتیم مثلا ید را تحریف بکنین و آن را تغییر بدین به معنای نعمت و به معنای قدرت تکیف به این معنا که مثلا کیفیت برای آن بیان بکنیم کیفیت برای آن بیان بکنیم مثلا بگین که این ماشین رنگش سفیده کیفیت بیان کردیم سفیدی رنگش را گفتیم ما حق نداریم در مورد الله و در مورد صفات پروردگار این کیفیت را نقل بکنیم صفت تعطیل یا صفت انکار هست که ما صفات پروردگار را چکار بکنیم؟ تعطیل بکنیم و ترک بکنیم ترک کردن معنای آن یا اصلا انکار کردنش کلن کلن آن را انکار بکنیم موضوع چهارم موضوع تمثیل هست که اهل سنت و جماعت عقیده و باور بر این دارن که ما حق نداریم که صفات خداوند را تشبیه بکنیم و آن را مثل بدیم به صفات مخلوقات مثلا بگیم نعوذ بالله بگین الله متعال دست داره مثل دست فلانی یعنی مثل بزنیم به مخلوقات الله این عقیده اهل سنت است که هر کدام اینها را به صورت تفصیل تشریح خواهیم کرد اما قبل از آن اجازه بدین یک موضوع دیگر ها هم مطرح بکنم و این که کسانی که حقیقتا دست به این کارها میزنند دست به تمثیل میزنند دست به تشبیه میزنند دست به تعطیل میزنند و دست به تکیف میزنند حقیقتا اینها عقل را در باب فهم صفات پروردگار متعال چیکار کردند به کار کردن؟ بکار بردند اگر ما خواسته باشیم عقل را در این مورد به کار بگیریم و بر اساس عقل قضاوت بکنیم بدون شک در اینجا به خطا می رویم بدون شک به خطا می رویم چون مسائل صفات پروردگار متعال توقیفی هست توقیفی یعنی این که آن چی در قرآن آمده و آن چی در سنت آمده به همان اندازه‌ای که در قرآن و سنت آمده اکتفا کردن به این میگن توقیفی در مورد صفات پروردگار چون صفات اله، الله متعال توقیفیه چرا به خاطر چی توقیفیه به خاطر اینکه عقل انسان قصور دارد نمی تواند کنه ذات پروردگار را درک کند نمی تواند صفات ذات بزرگواری و ذاتی که همه مخلوقات را آفریده را درک بکنه بناهن توقیفیه اگر در قرآن آمده به همان اندازه اکتفا می کنیم در سنت آمده به همان اندازه اکتفا می کنیم به طرف عقل در ایباب نمی رویم که عقل چی میگوید آیا این درست است آیا این درست نیست در میزان عقل بیندازیم که آیا این به عقل ما برابر می آید یا نمی آید همین فکر را کسی نمی کنه که بابا جان این عقل را الله برای تو داده تو چگونه میخواهی با این عقل قاصری که با این عقل قاصری که تو داری صفات پروردگار متعال را در این بیندازی و در مورد آن قضاوت بکنی صفات ذاتی که تمام این مخلوقات را آفریده الله با اون بزرگی تو با این کوچیکی میخواهی در مورد الله متعال فکر بکنی کسانی که عقل را در این مورد به بردند و عقل را حکم قرار دادند و قاضی قرار دادند در, با در باب فهم صفات پروردگار به گمراهی رفتند یا انکار کردند یا تحریف کردند یا تشبیه کردند یا تجسیم کردند خلاصه به هر ترتیب رفتن به یک جهت دیگری رفتن به جهت گمراهی رفتن خلاف آن جهتی که عموم مسلمان ها و قرآن کریم و سنت پیامبر علیه السلام و صحابه پیامبر رفتن در مورد تحریف ما گفتیم که از جمله آنچه که اهل سنت و جماعت در مورد آن اعتقاد دارند یکی موضوع تحریف است که آنها تحریف نمی کنند صفات الهی را و گفتیم تح... تحریف یعنی تغییر یعنی صفت پروردگار متعال را تغییر نمیدن از یک معنا به معنای دیگر حمل نمی کنن. چون قرآن به زبان عربی فرستاده شده و معنای عربی هم کاملا واضحه معنایش کاملا واضحه همان معنایی که الله در موردش گفته به همان معنا ما اکتفا میکنیم تحریف نمی کنیم. و این تحریف به دو دسته تقسیم میشه یا تحریف لفظی هست یا تحریف معنوی هست تحریف لفظی بسیار کم اتفاق میفته کم اتفاق میفته که کسی بیای مثلا تحریف بکنه تحریف لفظی بکنه اما تحریف معنوی فراوان است و ما ان الله در مورد برخی از صفات که صحبت خواهیم کرد خواهیم گفت که اینجا تحریف کردن و کسانی که دست به تحریف میزنند خودشان را اهل تعویل میگویند اهل تعویل میگویند و تعویل معانی مختلفی دارد میتواند معنای تفسیر باشد میتواند معنای عاقبت شی باشد عاقبت یک چیز را هم تعویل میگند می میتونه به معنای این باشه که ما چیکار بکنیم از معنای از معنایی که موافق به شرطی که باشه یک ما... ی... مثلا یک کلمه دارای چند معنا هست ما یک معنا را بگیریم یک معنا را از آن بگیریم و آن را تعویل بکنیم به این میگن تعویل چون تعویل میتونه مضمون باشه در یباب چون تعویل میتونه مضمون باشه میتونه محمود باشه یعنی میتونه تعویل خوب باشه میتونه تعویل بد باشه اینها تلاش کردند تحریف خودشان را در لباس تعویل زینت دادن تا مردم را فریب بدن و الا این که همان تحریفه تحریف خوب یعنی خوب و بد نداره همش بده ولی تعویل خوب و بد داره میشه که در باب به هر حال حتی آیات قرآن کریم آیات قرآن کریم بعضی از جاهاش تعویل بشه یعنی آن معنایی که آن حقیقت لفظی که معنایش حقیقت لفظی که هست مراد او نباشه بلکه مراد چیز دیگری باشه ولی تحریف نمیشه امکان نداره تحریف یعنی تغییر دادن کلا آن را از بی تغییر دادن اینها تلاش میکنن که تحریف خودشان را که مزموم و زشت است در لباس تعویل برای مردم توجیه بکنن و بگن که ما اهل تعویل هستیم ولی این دروغه نمیشه که اینها اهل تعویل باشن بلکه اینها اهل تحریف هستن و اهل سنت و جماعت صفات پروردگار متعال سبحانه و تعالی را تحریف نمی کنند تحریف نمی کنند همان معنایی که آمده به با همان باور داره یقین داره صفات موضوع دیگر موضوع تعطیل است اهل سنت و جماعت تعطیل نمی کنند صفات الهی را و این تعطیل صفات پروردگار سبحانه و تعالی خود تعطیل به معنای ترک خود تعطیل به معنای این است که ما شیئی را انکار بکنیم ترک بکنیم اصلا به آن معتقد نباشیم و در اصطلاح به این تعطیل چی میگن انکار آنچه که الله مطال از اسما و صفات برای خودش در قرآن و در سنت قائل شده آن را انکار کرده به این میگن تعطیل و این تعطیل دو قسم است یکی تعطیل کلی هست یک تعطیل جزئی هست تعطیل کلی به این معناست که کلا صفات پروردگار را رد کردن مثل جهمی ها کلا صفات پروردگار را رد کردن و این کار کردن که اصلا الله صفاتی ندارد و یا تعطیل جزئی که جزئی از صفات را قبول کردن و جزء زیادی را و قسمت زیادی از صفات پروردگار را انکار کردن به این میگن تعطیل جزئی و انکار جزئی فرق در میان تحریف و تعطیل هست که اینه که تحریف در اصل دلیل اتفاق میفته اما تعطیل در معنای اون دلیل هست نه که در اصل دلیل در معنای دلیل و در فهم دلیل هست آنچه که اهل سنت و جماعت باز هم در مورد صفات پروردگار متعال عقیده دارند به صورت اجمال این است که صفات پروردگار را کیفیت نمیدن این موضوع سوم است صفات پروردگار را کیفیت نمیدن نمیگن که صفات پروردگار متعال مثلا دست به این کیفیت پا مثلا به این کیفیت چشم به این کیفیت چهره به این کیفیت و آنچه که در مورد صفات پروردگار سبحانه و تعالی آمده آن را چیکار نمی کنند تکیف نمی کنند تکیف یعنی چیگونگی آن را بیان نمی کنند نمی گن که چیگونه البته یک نکته را در اینجا بیان بکنم وان این که وقتی ما میگیم بدون تکیف یا بدون این که ما آن را کیفیت بدیم به این معنا نیست که این اصلا کیفیت نداره نمی گیم وقتی دست میگیم بدون کیف یا بلا کیف میگین به این معنا نیست که دست و پروردگار اصلا کیفیت نداره کیفیت داره در نزد خودش هست ما نمیدانیم در نزد ما و در علم ما کیفیت نداره چون گفتم که ما نمیتوانیم در این مورد کیفیت بدیم به صفات پروردگار متعال از عقل خود و از جیب خود و از کیسه خود و از پیش خود در نزد الله متعال خودش بهتر میدانه به ذات خودش ما نمیدانیم پس وقتی که ما میگوییم که بدون تکیف یا بدون کیفیت به این معنا که در نزد ما علمش پوشیده است ما نمیدانیم و الله متعال سبحانه و تعالی میفرماید ولا تقف ما ليس لك به علم به دنبال آن چی که در موردش علم نداری نرو ما علم نداریم قرآن نگفته برای ما در سنت پیامبر کیفیت صفات پروردگار ذکر نشده ما نمیفهمیم چی گونه است الله میگه ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا از از گوشت از چشمت از قلبت و دلت و آنچه که در مورد آن فکر میکنی از همه چیز از قلب و دلت الله متعال سبحانه و تعالی و میدانه و در روز قیامت اولئک کان عنه مسؤولا از آن مورد سوال قرار میگیری سوره اسراء آیه 36 يا الله تعالى سبحانه وتعالى در كي قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن, وان تقولوا على الله ما لا تعلمون الله حرام کرده كه تو چيزي الله نميداني وان تقولوا على الله ما لا تعلمون الله حرام کرده كه شما چیزی بر الله بگويد كه در موردش آگاهی ندارید نميدانيد نميفهميد ما در مورد صفات الهی کیفیتش رو نمیدانیم پس ساکت میمانیم ساکت میمانیم برای این که با عقلمان برابر نمیایه به این کاری نداریم ما الله همین مقدار گفته به همین مقدار ما بسنده میکنیم به همین مقدار کفایت میکنیم و این راه حق است و کسی که برای صفات الله متعال کیفیت میده از او میپرسیم که از کجا این دلیل را آوردی مگر الله نمیگه ولا تقف ما ليس لك به علم مگر الله نمیگه ان تقولوا على الله ما لا تعلمون پس تو این صفت را این کیفیت این صفت را از کجا آوردی از کجا آوردی که این گونه میگویی این دلیل نقلی بود دلیل عقلی ما هر چیزی که خواسته باشیم کیفیت آن را مطرح بکنیم مجبوریم که در سه چیز و بر سه اساس کیفیت آن را بیان بکنیم بر اساس سه گزینه و سه نقطه ما چیکار بکنیم کیفیت یک چیز را بیان بکنیم نکته اول و اساس اول اینه که ما آن را دیده باشیم وقتی می خواهیم کیفیت یک چیز را مطرح کنیم باید آن را دیده باشیم مثلا میگین که فلان موبایل فلا، مثلا موبایل فلانی فلان رنگ است خب ما دیدیم دیگه دیدیم آن را و ادلا اگر نمیدیدیم کیفیتش رو نمیفهمیدیم یا این که نظیر آن را دیده باشیم همانند آن را دیده باشیم اگر به عنوان مثال فلانی موتر ماشین سفیدی داره یک کسی دیگه هم موتر سفیدی داره کسی می برای ما نقل میکنه میگه فلانی مثل موتر فلانی داره ما موتر فلانی دیدیم ولی موتر دومی یا ماشین دومی رو ندیدیم برای چون همانندش را دیدیم درک میکنیم کیفیتش را جای در جا در ذهن ما میه که حتما ماشین اون هم سفیده چون نظیرش را و مانندش را برای ما کسی تمثیل کرده گفته مانند ماشین فلانی راه سوم و اساس سوم در فهم کیفیت ها اینه که ما بر اساس یک خبری که صادق برای ما خبر راستگو راستگویی برای ما خبری آورده باشه در مورد آن قضاوت میکنیم که کیفیتش اینه چون فلان گفته فلان آدم صادق فلان آدم ثقه برای ما گفته که کیفیت فلان ما ندیدیم نظیرش را هم ندیدیم ولی چون فلانی برای ما خبر آورده بناان ما قضاوت میکنیم که کیفیت این این است ما الله را ندیدیم امانند الله را ندیدیم در قرآن و سنت که خبر صادق برای ما کیفیتش نیامده بین انساکت ساکت میمانیم اجازه بدین یک میان برنامه ببینیم بعد از میان برنامه انشاءالله در قسمت در بخش چهارم یا موضوع چهارم را که در باب صفات پروردگار متعال هست را انشاءالله به خدمت شما عرض خواهم کرد <applause> أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له منها آیا الله برای بندش کافی و کارساز نیست و آنان تو را از غیر الله می و هر کس که الله گمراهش کند هیچ هدایتگری ندارد برز سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی موضوع دیگری که ارتباط میگیرد به صفات پروردگار سبحانه و تعالی گفتیم که اهل سنت و جماعت عقیده و باور دارند که اسما و صفات خداوند متعال سبحانه و تعالی آنچی که در قرآن ثابت شده با آن اعتقاد و باور دارند آنچه در سنت پیامبر ثابت شده عقیده و باور دارند عقل را در این مورد توقیف میدن اون را استاد میکنن و آنچه که در قرآن و سنت آمده در همان مقدار با آن اکتفا میکنن بدون اینکه با آن کیفیت بدن بدون اینکه آن را تحریف بکنن بدون اینکه آن را تعطیل بکنن و بدون اینکه آن را تمثیل کنن تمثیل کردن یعنی چی؟ یعنی که یک چیز را به چیز دیگر تشبیه کردن و تمثیل نمودن مثال دادن مثلا میگه که مثلا میگه مثل که مثال دادیم در باب, در باب قبل وقتی صحبت میکردیم مثال دادیم که مثلا فرد میگه, میگه ماشین فلانی مثل ماشین فلانی است یا فلانی مثل فلانی است ولی نمیتونیم بگیم الله مثل فلانیه الله مثل فلان مخلوقه الله مثل فلان چیزه نعوذ بالله این را نمیتونیم این کار را انجام بدیم در باب صفات پروردگار ما در این مورد متوقفیم استاد میشیم در این مورد آیات قرآن کریم هست که الله سبحانه و تعالی به صورت تفصیل در این مورد صحبت میکنه بعضی آیات قرآن کریم هست که به صورت خبر برای ما مطرح میکنه و بعضی از آیات قرآن کریم هست که به صورت طلب برای ما این موضوع را مطرح میکنه به صورت خبر این که یعنی الله متعال خودش میگه که کسی مانند من نیست و به صورت امر و طلب الله متعال یا گفته که شما مواظب باشید کسی را به الله مثال نزنید که این آیات را به خدمت شما عزیزان بعضی از این آیا و برخی از این آیات را به خدمت شما تلاوت می الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه شورا آیت 11 میفرماید فرماید فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا من الانعام ازواجا يزرعوكم فيه ليس كمثله شيء هیچ چیزی امانند الله نیست ليس كمثله شيء شيء نكرهاس يعني هیچ شيء، هیچ شيء همانند الله نيس وَهُوَ السميع البصير الله متعال سبحانه وتعالى شنوا شنو و بیناست تا بعض یک انسان نیای که صفات الله را انکار انکار بکنه الله متعال به دنبال اینکه گفت ليس كمثله شيء آمد با صفات را برای خودش اثبات کرد و هو السميع البصير صفات سمع و صفات بصر سوره شورا آیه 11 در جای دیگر الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه مریم آیه 65 میگه رب السماوات والارض و ما بینهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سمیا آیا تو برای خداوند متعال مثل و مانند میدانی آیا کسی همانند پروردگار هست آیا کسی شبیه الله هست هل تعلم له سمیا آیا تو میشناسی کسی که امانند الله باشه؟ نه جوابش اینه که نه این سوال سوال انکاریه یعنی جوابش اینه که قطعا نه سوره مریم آیت 65 الله متعال در سوره مبارکه اخلاص آیت چهارم همه حفظ دارین قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد برای الله هیچ کفوی نیست ولم يكن له بَرَايِ الله نیست كُفُوًا احد هَمْ همسانی هم مصالي برای الله متعال نیست الله همانند و هم كفوا و هم سيال و همانند نداره هم مثل نداره إن حقیقتا آياتي بود الله متعال بسورة صورت خبري برای ما مطرح میکنه كه الله كسي نیست اما آيات ديگر به صورت طلب الله متعال میفرماید كه فلا تجعلوا لله اندادا سوره مبارکه بقره آیه 22 الله میفرماید فلا تجعلوا قرار ندهید برای الله معتقد نباشید برای الله اندادن همانندهای و مثلهای شبیهای چی در ذات و چی در صفات همچنان که الله متعال سبحانه و تعالی در ذات خود همانند کسی نیست در صفات خود هم همانند کسی نیست همچنان که مخلوقات در صفات خود متفاوتند همانند یکی نیستند در صفات خود انسان ها متفاوتند در بیرون از انسان ها مخلوقات دیگر هر مخلوق صفاتش فرق میکنه مثلا وقتی ما میگیم سر سر انسان سر مورچه سر کو هر کدوم اینا با هم فرق میکنه حالا سر و کو با سر ما یکیه اونجا هم میگن سر کو رأس الجبل میگن برای ما هم میگن رأس این سر ما با, رأس با سر اون یکیه کلا فرق میکنه اصلا اون چیزیه سر انسان چیز دیگری آیا سر مرچه با سر انسان یکیه؟ ابدا کلا فرق میکنه این دو با هم همچنان که ذات الله متعال با مخلوقاتش متفاوت هست صفات الله متعال هم متفاوت است صفات الله متعال هم فرق میکند و همین جهت الله میگه فلا تجعلوا لله اندادا در ذات و صفات الله کسی الله شریک قرار نديد فلا تضربوا ان در سوره مبارکه نحل آیه 74 الله میگه فلا تضربوا لله الامثال برای الله مثال نزنيد نگيد كه فلان شيء مثل الله است فلان چیز مثل الله است نعوذ بالله ان الله يعلم وانتم لا تعلمون الله میداند و شما نمیدانید پس بینندگان عزیز و گرامی اهل سنت و جماعت صفات پروردگار را قبول دارند صفاتی که در قرآن و سنت آمده و ثابت شده قبول دارند بدون تحریف بدون تعطیل بدون تشبیه و بدون تمثیل و بدون کیفیت دادن به صفات ذات اقدس الهی و معتقد بر اینن که صفات پروردگار توقیفی هست و عقل نمیتواند در مورد آن قضاوت بکند که صفات پروردگار چگونه باشه که یا باعث بر این بشه که انکار بکنه یا باعث بر این باشه که تحریف بکنه یا باعث بر این بشه که کیفیت بده یا باعث بر این بشه که صفات الله متعال را تمثیل نعوذ بالله به مخلوقاتش بکنه این بود بحث کلی و اجمالی در مورد عقیده اهل سنت و جماعت انشاالله در برنامه های آینده خواهیم کشید که بعضی از صفاتی که حقیقتا امروز مورد انکار قرار گرفته یا آنها تحریف شده و در فکر برخی از مسلمان ها متاسفانه جای گرفته اینها را انشاءالله از نظر قرآن و سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم و اقوال ائمه اهل سنت مورد بررسی قرار بدیم تا ای که انشاءالله حقایق برای همه آشکار بشه و واضح بشه تا برنامه بعد همه شما را به الله پاک بی همتا می سبرم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه ایمان شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته